نیچه معتقد بود فیلسوف دو جور میشه وجود داشته باشه. بعضیا تو فیلسوف دربونن، یعنی طرف مارکسیسته میگه من از اندیشه‌های مارکسیستی محافظت میکنم، شبهه‌ای چیزی دارین بگین ما میزنیم شبهاتو. اینا متکلمین عرصه فلسفه هم مثل علم کلام هست که دفاع میکنن، تئولوژین هم در واقع. اما بعضیا فلسفه رو جور دیگری میبینن که نیچه اینجور میدید. نیچه میگفت فلسفه مثل اینه، من چشماندازهای جدید به دست میارم و یاد میگیرم یه جور دیگه نگاه کنم. یعنی من با خوندن مثلا فلسفه نیچه یه عینک گیرم میاد، بعد فلسفه کیرکگور رو میخونم یه عینک دیگه گیرم میاد، همینجوری عینک ها رو عوض میکنم و به دنیا نگاه میکنم و فهم های تازه پیدا میکنم. در الهیات هم همین کار رو میشه کرد. من معتقدم به موجود انسان چند پاره. انسان چند پاره کیه؟ انسان چند پاره کسی است که خیلی خوب بلده از چشم اندازه آتئیست جهان رو نگاه کنه، خیلی خوب بلده از چشم اندازه یک بیدین و یک شکاک و یک اگناستیک جهان رو نگاه کنه، ولی خیلی خوب هم بلده از چشم اندازه یک مؤمن جهان رو نگاه کنه. مؤمنانه نگریستن رو هم بلده. انسان امروزین انگار باید دو پاره داشته باشه. من اسم یک پاره رو میذارم پاره ایمانی، اسم یکی رو میذارم پاره یونانی، چون هایدگر میگفت این سکولاریسم و اینا میرسه به یونان باستان و میبردش تو افلاطون. چه عیبی داره دو پاره داشته باشیم؟ بعد خود همون پاره ایمانی هم چند تا پاره داشته باشه. یک لحظه تو میگی من امروز خدا رو با الهیات اعتراض نگاه میکنم، الهیات محیط زیست رو نشنیدی، الهیات شکاکانه رو برات بگم و این تصاویر رو رنگ رنگ میکنه. خانم دکتر کارگاهی که گذاشت و تصاویر رو از خدا میگفت، دوستی دستش رو بلند کرد گفت حالا ملاکمون برای انتخاب بین اینا چیه؟ این ملاک انقدر مهمه که حد نداره. ملاکمون سلیقه است. سلیقه، سلیقه یه چیزیه که در جهان مدرن نسبیش کردن، گفتن همه سلیقه هاشون خوبه. این نیست. سلیقه متکثر هست، نظام‌های سلیقه‌ای متعدد و متکثر داریم، ولی اینطور نیست که همه به یه اندازه خوش سلیقه باشن. ما آدم داریم بد سلیقه، آدم داریم بی سلیقه، آدم داریم به قول ادموند برگ نو تیست، یعنی ذوق نداره که بد و خوب باشه، ذوق نداره. ادموند برگ میگفت یه بد تیست داریم، یعنی سلیقه‌اش بده، یه نو تیست داریم. الان ما تو دوچار همین شکل از نیهیلیسم شدیم، همین شکل از نسبی گرایی شدیم. میبینی زائقه ای نیست که حالا پرورده باشه یا ناپرورده باشه، حرف اینه پروردن سلیقه در تصور خداوند. من برای این که خداوند رو تصور کنم به امر بی صورت صورت بدم، باید سلیقم رو بپرورانم. در این کتاب شما ممکنه با این مواجه بشید که الهیات کلاسیک الهیات بد سلیقه هاست در تصویر خداوند. ما نیاز به الهیات های تازه‌ای داریم که خوش سلیقه باشیم. و تازه اگر من بخوام تصویر خودم رو از خداوند بسازم، باید خوش سلیقه بشم. آدم برای اینکه خوش سلیقه بشه باید چیکار کنه؟ باید مزاج های دیگر رو تجربه کنه، توشون بگرده، ماجراجویی کنه، بگه حالا میتونم تصویر خودم رو بسازم. گفت که مولانا میگفت صورتگر نقاشم هر لحظه بتی سازم، هر لحظه میسازم وانگه همه بوتا را در پیش تو بگدازم. چون میدونم اینا استعاره از تصویره، باز همه این بوتا رو میسوزونم در پیش تو. بیرنگ و نشان بودن خداوند باعث میشه ما با سلیقه رنگامیزی کنیم خداوند رو. باید در ستایش سلیقه حرفی زد که امروز به محاق رفته. ما با امری طرفیم بی صورت که میخوایم بهش صورت بدیم. در این صورت بخشی باید خوش سلیقه بود. خدای خوش سلیقه ها، خدا، تصور داعش از خدا بدسلیقگیه، تصور بنیادگرایی از خدا بدسلیقه است، تصور تمام زحمت حافظ اینه که به ما نشون بده تصور زاهد از خدا بدسلیقگیه، بدسلیقه است زاهد، بدسلیقه است حافظ. برای این که با خدای زاهد در بیفته ادله زیبایی شناختی داشت، میگفت عبوس زهد ای آدم زاهد با قیافش به وجه خمار بنشیند. حالا دعواست تو حافظ شناسا بنشیند یا ننشیند این دعوا برای ما بود. عبوس زهد به وجه ای زاهد قیافش شکل آدم های خماره، زیبایی شناسیه دیگه. من چیم؟ من طرفدار چیم؟ گو مرید خرقه دردی کشان خوشخویم، من یه زیبایی شناسیه دیگه ای دارم، سلیقه. و نکته دیگه که میخوام بگم اینه که خدای هر کس شبیه به خودشه. یادتون نره این درس رو ما از لودویگ فوئرباخ یاد گرفتیم که ما آدم‌ها خدا رو پروجکت میکنیم، صفاتی که دوست داریم و یه خدا میسازیم بر اساس اینکه چه صفاتی برای ما خوبه. پس باید در ساخت تصور از خدا خوش سلیقه بود. یکی از شرور مهم در جهان مدرن که این تئوری پردازای شر باید بهش واکنش نشون بدن، هولوکاست. هولوکاست یه شر
پارادایمیه، یه شهر اساسیه. میگفت که آدورنو فیلسوف چپ فرانکفورتی میگفت که بعد از آشویتس رودن شعر باربریزمه، توحشه. وقتی آشویتس رخ داده کی میره سراغ شعر که میخواد چیزای زیبا رو بگه در مقابل زشتی واقعیت؟ اما نکته جالب اینجاست که علارغم این که ژانری که راجع به شعر بحث میکنه رمانه، رجوع کنید به کارهای داستایفسکی که استاد تقریر شعر در جهان مدرن، یا آلبر کامو، رفته رفته بعد از هولوکاست شعر پسا هولوکاستی شکل میگیره. و پیشبینی آدورنو که بعد از توصیه دست کم آدورنو که بعد از آشویتس شعر سرودن نداره به محاق میره. یکی از جاهایی که این شعرهای پسا هولوکاستی در شکل میگیرن و شعرهای موفقی زاده میشن کشور لهستانه، مثلا چسلاو میلوش یا زبیگنف هربرت، یکی از شعرهای خیلی مهم اون دوره در لهستان، شعر پسا هولوکاستی این زبیگنف هربرته. این زبیگنف هربرت یه شعری داره به اسم قدرت زائقه، The Power of Taste، قدرت سلیقه، قدرت مزاج. میگه تو اون شعر، میگه حالا من اون شعر رو در واقع براتون تقریر کنم، سطرایش اینه، میگه میدونید در مقابل رژیم های توتالیتر و تمامیت خواه کیا میستن؟ چون میدونید در جهان مدرن پاره ای از اندیشمندا اومدن گفتن شر رو اساسا رژیم های توتالیتر میزاید، مثل خانم هانا آرنت که راجبش ما یه جلسه مفصل صحبت کردیم تحت عنوان در واقع آیا معمور معذوره. شر رو در جهان مدرن رژیم های تمامیت خواه میسازن. هربرت میگه که میدونید کی میره روبروی رژیم تمامیت خواه وای میسه؟ آدمایی که شخصیت خیلی قوی دارن؟ نه، آدمای خوش سلیقه ای که میدونن توتالیتاریانیزم زشته، با سلیقهشون جور در نمیاد. زشتی تمامیت خواهی باعث میشه در مقابل توتالیتاریانیزم مقاومت کنیم. ذوق به اخلاق برمیگرده، به عبارتی بی اخلاقی بد سلیقگیه، بی اخلاقی بد سلیقگیه. میخواستم این رو بگم که برای مقابله با خدای الهیات سنتی ما باید زائقه تازه‌ای بپرورانیم. اون زائقه تازه تا وقتی که ما ندونیم زوائق دیگه چیان و اینا رو درونی نکنیم که به وجود نمیاد که. من باید ماجراجو باشم تا سلیقه تازه پیدا کنم. من اگه نه نقاشی امپرسیونیستی دیده باشم، نه اکسپرسیونیستی دیده باشم، نه کیوبیزم دیده باشم، نه خب تو میگه آقا آدم خیلی خوش سلیقه ای، ولی اصلا هیچ نقاشی تا حالا نداره. بعد تو تمام این مکتب ها ببرزم، بعد عبور کنم تا برسم به سلیقه خودم، فردیت پیدا کنم، اتونومی پیدا کنم. اتونومی مطلوبه دیگه، خودم آیین خودم رو رقم بزنم. خب برای این می‌خواستم بگم چرا باید این کتاب رو خون. برای این من باید با تصورات مختلفی که از خدا داده شده آشنا بشم. چه تصوراتی وجود داره که من به تصور خودم برسم؟ چه تصوراتی تا امروز داده شده؟ سلیقه برای حل معضل شر. باید خوش سلیقه تر باشیم در صورت دادن به خداوند. پروردن سلیقه الهیاتی و رسیدن به تفرد در این زمینه. این کتاب به ما کمک میکنه سلیقه الهیاتی خودمون رو پرورش بدیم. ولی یه فایده دیگه هم داره. فایده دیگه اینه که پاره ای از ناخرسندی های روحی ما آدم ها به خاطر باورهامونه. پاره ای از پندارهای ما هستن که باعث میشن ما ناخوش باشیم. اینو روانشناسی مدرن به ما یاد میده، CBT، ارومبرگ، همه اینا میگن شما بعضی باوراتو تغییر بدی حالت بهتر میشه. بعضی باوراتو من اگر باورم این باشه که همه باید از من تعریف تمجید کنن، خب من حالم خوب نیست چون تو طول روز خیلی ها پیدا میشن ازم تعریف تمجید نمیکنن، کافیه این باور رو تغییر بدم که نه با کی گفتن همه باید از تو تعریف تمجید کنن، مگه تو کی هستی؟ خب بخشی از باورهای ما برمیگرده به چی؟ باورهای الهیاتی ما میتونن برای ناخوش کنن. خب این کتاب به ما کمک میکنه که این پندارها رو تغییر بدیم، صورتهای تازه‌ای بسازیم برای خداوند. اما کی این کار رو کرده؟ چه کسی این کتاب رو ترجمه کرده و چرا؟ خانم دکتر نعیمه پور محمدی. نیفردش نیچه میگفت که فلسفه است که زندگی زیسته باشه. ما خیلی از مطالب فلسفی رو میخونیم ولی چون جزء زندگی زیستمون نیست، مال ما نیست. فلسفه یعنی قصه منه. خانم دکتر پور محمدی دقیقاً قصه شون همینه. من اینا از تو کتابا فهمیدم، یعنی تو مقدماتی که نوشتن قصه شون اینه. ایشون در واقع یه سن خیلی کمی ازدواج میکنن و صاحب دو فرزند میشن که یکیش اسمش امیرعلیه و امیرعلی با نوعی از معلولیت به دنیا میاد.
به نام باردت بیدل که بعد میتونید توی گوگل سرچ کنید و ببینید این چه جور من. ایشون برای مواجهه با این شر راه میفته، تصاویر نو از خدا رو بررسی میکنه و ذائقه الهیاتی خودش رو پرورده میکنه. حاصل این پروردن رو ذائقه الهیاتی 1400 صفحه در مورد شر، 700 صفحه درباره خدا، ایمان و اخلاق کتاب دیگر ایشونه، بازگشت و عقل تحت عنوان نقدی بر بیانجویی اصل روشنگری، بیانجویی اویدنشیالیسم، یعنی همین که ما بدام بگیم دلیل میخوایم، دلیلمون چیه که به خدا اعتقاد پیدا کنیم، و کتابی رو تألیف میکنه به نام جهان معلول‌ساز درباره اخلاق معلولیت و راجب الهیات معلولیت حرف میزنه. خدایی که قدیم اون الهیات سنتی برای ما در نظر میگرفت خدای معلول‌ها نبود، خدای سلامت سالم بود. من اینو میخوام یه درد دلی با شما بکنم. گفتم که جان جاک روسو میگه یکی از سرچشمه های شر در جهان مدرن استراب منزلت، به تعبیر آلن دوباتون، به تقریر دیگرش این که امور پرو پاکم شد به جای امور دوسوا، من خودم اومدم زیر چشم دیگری میبینم، کم دارم. من این رو میبینم در این قسمت بالای اینستاگرام که استوریا رو میذارن، من به این قسمت میگم تجسم نهیلیزم. این اگه خواست یکی بگه که نهیلیزم نیچه چه شکلیه، اینا رو بعضیاشو باید انگشت بزنه روش میفهمه چه شکلیه. دختر دانشجوی من کارش از صبح تا شب تو این قسمت اینه که لباسای مختلف رو بپوشه در کنار ساحل، با آرایشای مختلف، با عملای زیبایی مختلف، در مواجهه با شکلی از شر. اون شکل از شر از کجا میاد؟ از این که ما به تعبیر روسو ویزبل شدیم، احساس کمبود میکنیم و حالا میخوایم وارد یه منطق نمایشی بشیم. دختر دانشجوی من این کارو میکنه برای جبران شرش، خب یکی هم این کارو میکنه برای جبران شرش. این اون تفاوت است در مواجهه با شر. ترجمه کتاب ترجمه خیلی خوبیه، یعنی مترجماشو من بعضیاش رو خیلی خوب میشناسم، آقای مهدی خسروانی رو میشناسم، آقای محمد حسین صالحی ویراستار بسیار وسواس دقیق، خود خانم پورنعیمی، و بسیار بسیار ترجمه خوب جمع کنم. یکی از ریشه های شر به نظر میرسه که از دل الهیات سنتی میاد. ما برای مواجهه با این الهیات سنتی نیاز به پروردن ذائقه الهیاتی داریم. این کتاب قراره برای ما این ذائقه الهیاتی رو فراهم کنه تا صورت تازه تری از خداوند برای خودمون رقم بزنیم. ببخشید که پرحرفی کردم و متشکرم.